یک روز تا ابد. قسمت 21. نویسنده لینا روزبی حیدری. گوینده داستان اجمل غفوری. با عرض سلام خدمت همه شما خوبان که شنونده چینل افغانستان جورنال هستین، استدعا دارم جور و صحتمند باشین. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را هم فشار بدین. آغاز داستان. صبور موتر را درست در برابر دروازه آرایشگاه متوقف ساخت. از موتر خارج شد و دروازه را بر مریم که در عقب نشسته بود گشود و بعد بر من. خریطه بزرگ سفید پیراهن ما از چوکی عقب برداشت و هر سه به سمت آرایشگاه برا افتادیم. او نگاه به ساعتش کرد و گفت: ما ساعتهای 3 یا 4 به دنبالتان میایم و اگه کمی دیر شد نگران نباشین، چون باید تمام کارهای سالون و نان و غیره را هم هماهنگ بسازم که چیز کم و کاست نشه. خریطه پیراهن ما به دستم داد و با لبخند گفت: منتظر بوده نمیتونم که تو را دو پیراهن آبی ببینم و از این لحظه به خاطر او هیجان زده استم. مریم در کنارم استاده بود و ما اندک خجالت زده شدم، ولی مریم سری جواب داد: من اینجا هستم و مشنوم. نمیشه ای صحبتایتان را وقت تناستین بکنین؟ و بلند خندید و دروازه آرایشگاه را گشود. به سمت صبور دور خوردم و گفتم: مواظب خودت باش، خودت زیاد خسته نکو. صبور دروازه موترش گشود و نشست و گفت: امروز نه خستگی را حس میکنم نه غم را، نه به گذشته فکر میکنم و نه به آینده. بسیار خوشحال هستم زهرا، بی حد خوشحال هستم. اولین بار بود که به آرایشگاه آمده بودم. دو زن به استقبال ما آمدن و بعد از احوال پرسی یکی از اونا لباسم از دستم گرفت و گفت: عروس خودت هستی؟ گفتم: بله من هستم، ولی عروسیم نیست، شیرینی خوریم است. او در حالی که پیراهن ما در اتاق کوچک کنار سالون آرایشگاه آویزان میکرد با خنده گفت: عروسی یا شیرینی خوری، عروس عروس است و کار ما مقبول ساختن عروس ها. سالون زیبایی بود و اتفاقا دو عروس دیگه نیز در کرسی‌های مختلف با زنای امرای خود نشسته بودند و کارکنان آرایشگاه مصروف آرایش رو و موی اونها بودند. زن دیگه ما را به سمت دو چوکی هدایت کرد و گفت: نام ما سنم است و ما آرایش رویتانه خواهم کرد. بعد به سمت مریم نگاه کرد و گفت: دستیار موهای شما را شکل خواهد داد. گفتم: تشکر، نام ما زهرا است. سنم سر ما به پشت چوکی تکیه داد و با انگشتایش مصروف لمس ابروهایم شد و گفت: تو صورتت نخ نکدی. بعد بدون ای که منتظر پاسخ ما باشه به سمت زن دیگه نگاه کرد و گفت: ماری بیا که مشکل داریم، صورت عروس نخ نشده. زود صورتش نخ کو و دسمال را ترک و بگذار که بخار نکنه که آرایش را خراب میکنه. ماری با نخره به سمت ما آمد و تکی بزرگ را مانند لحاف روی ما افگند و گفت که سر ما به عقب چوکی تکیه بودم و بعد مصروف آماده ساختن نخ شد و گفت: صورتت باید روز پیش نخ میکدی که بخار نزنه. کسی به تو مشوره نداده بود؟ احساس بد کردم و گفتم: بسیار ببخشین، نه کسی به من نگفته بود. او با خنده به سمت عروس دیگه که مصروف تلفن خود بود و دو زن موهایش شکل می دادن اشاره کرد و گفت: عجب است، شما عروسای داخلی که تا آخرین دقیقه نه نخ می کنین و نه موهایتان رنگ می کنین، نه به عروسایی که از خارج می آین و از ما کده اونا آرایش را بهتر یاد دارن. و بلند خندید. صورت من قدر تغییر نکرد، ولی ابروهایم اقدر زیبا شده بود که وقتی ماری و سنم متوجه نبودند چند بار در آینه به خودم نگاه کردم و ابروهایم لمس کردم و باورم نمیشد که با نخ از او ابروهای پرپشت و بیشکل دو ابروی تاقدار و سیاه و زیبا ساختن. در این زمان خودم بد حس میکردم، چون هر سوالی را که سنم و ماری از من میکردن پاسخ برشان نداشتم. مثلا: پوستت خشک است یا روغنی؟ ریمل زده آب باشه یا عادی؟ موجه مصنوعی میخوایی یا نه؟ من تا حال نه آرایش کرده بودم و نه معلومات زیادی بجز سرمه و یک لپسیرین از وسایل مغلق آرایش داشتم.
ولی برعکس ما دو عروس دیگه به کارمندای آرایشگاه در مورد هر بخش آرایش و موی خود هدایت می دادن و ما دقیق به هر دو گوش می کردم تا شاید چیز از اونا بیاموزم. سنم درک کرده بود که ما چیز از آرایش و مدل مو نمی دانم و وقتی ماری جعبه بزرگ و وسایل آرایش را روی میز نزدیک چوکی ما موند و از ما پرسید که میکاپ خودت آوردی یا ما بزنیم؟ در پاسخ ماری گفت من عروسایی را که مگذارن خودم کامل آرایششان کنم و در کارم دخالت نمی کنن دوست دارم. زهرا جانم اجازه را کامل به من داده. سنم آرایش را آغاز کرد و در حالی که ماری نیز به شکل دادن موهایم آغاز کرده بود. سنم هرچند بار سرش اندک از صورتم دور میکد و دقیق به سمت صورتم نگاه میکد و بعد دوباره مصروف کار میشد. سر و گردن ما درد گرفته بود و نمیدانستم که آرایش مو و صورت اقدر وقت را در بر میگیره و خسته کن است. ولی مشتاقانه میخواستم نتیجه او را ببینم و ای که با آرایش آیا تغییری کردیم یا نی. از سنم خواستم تا آینه را به ما بده ولی او از ما خواست که تا ختم کار منتظر باشم و همه چیز را یک دفعی ببینم. وقت سنم آینه را در مقابلم گرفت باور نمی کردم که چهره ای که از آن سوی آینه به سمت من نگاه می کنه خودم استم. سنم که دید ما واکنش نشان نمی تم گفت چی شده؟ از آرایش خوشت نامد؟ به سمت او نگاه کردم و گفتم نه اتفاقا خیلی زیباست. ما تا حال آرایش به این زیبایی ندیدم. ماری موهای ما بالا بسته بود و حلقه های بزرگ کرده و در گوشه و کنار او نیز دانه های مروارید را زده بود. چشمایم دو برابر بزرگتر شده بود و رنگ سرخ لبسیرین حتی دندانای ریز ما را سفیدتر و زیباتر از حالت عادی ساخته بود. ماری مصروف آرایش موی مریم بود و ما از جا برخواستم و در مقابل آینه بزرگ سالون به سمت خودم نگاه کردم و با خودم فکر کردم که به این دلیل است که میگن که دخترها قبل از عروسی آرایش نکنن. ولی چرا زیبا بودن جرم است؟ و یک دختر باید تا وقت عروسی زشت و با آبروهای پرپشت مردانه بگرده و از خودش دلزده باشه. ساعت تقریبا 3 عصر بود و ما کاملا آماده بر روی مبل سالون نشسته بودم و پیاله چای را که سنم برم آورده بود می نوشیدم و مخفیانه هر چند دقیقه یک بار از زیر چشم به خودم در آینه نگاه می کردم. می خواستم صبور هر چی زودتر بیای و مرا ببینه. می خواستم واکنش او را ببینم. مریم که در کنارم نشسته بود و اونیز به سمت موهایش هر چند گاهی نگاه میکرد گفت زهرا میخوایم کم لبسیرین بزنم ولی میترسم که مادرم قهر شود. به طرفش نگاه کردم و گفتم مریم نیاز به لبسیرین نداری، قدر زیبا شدی که نیاز به چیز دیگه نیست. مریم آه کشید و گفت رحیمه همیشه میگه که زیبایی مهم نیست. خدا قسمت و تقدیر هر دختر خوب کنه. فکر میکنی که خدا قسمت و تقدیر مرا خوب خواد کرد؟ دستش به دستم گرفتم و گفتم مریم جان خدا هیچ وقت با آدمای خوب بد نمیکنه و ما به قسمت و تقدیر باور ندارم. خود ما قسمت و تقدیر خودم مینویسیم. تو لیاقت بهترین ها را داری و قسمت و تقدیرت 100% به خیر خوب است و خوشبخت میشی. مریم سرش پایین افگند و گفت نمیدانم حاجی کریم اگر هفته آینده با او خواستگار بیاید چی خواد شد. بعد سری سرش بلند کرد و به سمت من نگاه کرد و گفت آیا تو و صبور در برابر حاجی کریم استادگی میکنین؟ آیا به مادرم کمک میکنین؟ چشمای نگران مریم قلب ما فشرد و گفتم به تو عدمتم ما و صبور با تو هستیم، نگران نباش. انو صحبتم ختم نشده بود که ماری به سمت ما آمد و گفت داماد آمده و بی صبرانه منتظر شماست. پاهای می لرزید. با دو دست دامن ما گرفته و به سمت دروازه آرایشگاه با مریم برا افتادم. از دور صبور را می دیدم که در داخل سالون آرایشگاه در کنار دروازه دخولی با دستگلی و امراه با زن برادرش استاده و همی که مردید ناخودآگاه یک قدم به جلو برداشت. هرچی نزدیکتر می شدم قلبم بیشتر می تپید.
صبور در دریشی زیباتر از آنچه تصور میکردم شده بود. موهاش براق و به یک سمت شانه شده بود و یک دسته گل سرخ نیز به دستش بود که از این دست به او دست میکرد. وقتی به نزدیکش رسیدم با چشمای متعجب فقط به سمتم نگاه کرد و گفت نام خدا چشم بد دور. ریحانه زن برادرش مقدار پول را به دور سرم چرخاند و بعد به شانی صبور زده گفت صبور جان هوشت کجاست؟ دسته گل به زهرا جان بده. و ماری و سنم با مریم و ریحانه خندیدن. صبور با دو دست دسته گل را به سمت ما دراز کرد و ما او را از او گرفتم. ریحانه دروازه آرایشگاه را گشود و ما به بیرون قدم گذاشتیم. آفتاب این روزهای زمستانی بار دیگه به صورتم تابید و به ما همو حس سبک را رفتن بر روی ابرها دست داد. آرزو می کردم که یک آینه در مقابلم باشد تا خودم با صبور دو ببینم و فقط به تماشای ما بنشینم. در چوکی عقب موتر نشستم و مریم در کنارم. ریحانه که در چوکی مقابل در کنار صبور نشسته بود گفت نام خدا زهرا جان، نور عروس را کشیدی، نظر نشی. هوش صبور جانم پرید و بلند خندید. صبور ای بار موتر را آهسته میراند و هر چند بار از آینه به سمت من نگاه میکرد میدانستم که زیبایی ما برش مهم نبود. او شاد بود بر این که بالاخره ما و او در آینده نزدیک زندگی خود را با یکدیگر آغاز خواهیم کرد و در سرزمینی که دو کمبود فاجعه و درد نیست. تا حالا همه چیز به دل ما پیش رفت. ما خودم یک بار دیگه در این لباس در کنار صبور مانند همو فاطمگک حس کردم که شاهزاده او را به قصر خود می برد و او باقی مانده عمر خود را در کنار او شاهزاده به شادی و خوشبختی سپری می کرد. ما مرد را امراه و همسفر زندگی خود انتخاب کرده بودم که شیفته دستای سیاه شده ما از خاک زغال سنگ شده بود. آیا عشق واقعی تر از این هم می تانست در جهان وجود داشته باشه؟ از موتر پیاده شدیم و به سمت دروازه ورودی سالون که از او صدای موسیقی به بیرون می آمد برا افتادیم. مادر صبور با همو لبخند مهربانش با مادرم و چند زن دیگه در مقابل دروازه ورودی انتظار ما را می کشیدن. مادر صبور پیشانیم بوسید و به سمت ریحانه نگاه کرد و گفت من قل سپندم نیاوردیم که عروس گل ما را کس نظر نکنه. سالون از مهمان پر بود. ما به خوبی همه را از محلی که با صبور نشسته بودم می دیدم و ناخودآگاه چشمم به زرینه و مدینه زنای حاجی کریم و حاجی رحیم افتاد. هر دو با چهره های جدی به سمت من نگاه می کردن و وقتی متوجه شدن که من نیز به سمت اونا نگاه می کنم لبخندای تسنوی زده و سر به سمت من تکان دادن. مام سر من تکان داده و سری نگاه من از اونا گرفتم. صدای موسیقی و رقص زنا به شادی مو صبور بیشتر افزود. من خودم اقدر شاد حس می کردم که هرچی می کشیدم تا چهرم جدی باشه ولی بازم لبخند بزور از میان لبهایم به بیرون رخ نمی کرد و نمی تانستم مانع او شوم. صبور دست من به دستش گرفت و گفت امشب رسماً تو همسر من شدی. خدا کنه از این تصمیمت راضی و شاد باشی. ما دست من روی دستش گذاشتم و گفتم خوشحال استم که مرد به خوبی تو به من این لیاقت را داد که همسرش باشم. صبور سرش نزدیک گوشم آورد و گفت دختر مثل تو لیاقت خیلی بهتر از من داره و باید بگویم که امشب قدر زیبا شدی که میترسم همه تو را نظر نکنن. ای کاش تو را به آرایشگاه نمی بردم. و بلند خندید. صدای موسیقی قدر بلند بود که با مشکل صدای صبور را میتونستم بشنوم. هر دوی ما شاد و بیغم دست در دست یک دیگه شبی را تجلیل میکردیم که سرنوشت و زندگی ما را تا ابد به یک دیگه گری زد و یک روز ما تا ابد این گونه آغاز شد. پایان قسمت 21.